خب گه عشق به ذات می نماید، گاهی به صفات می نماید. عبدالرحمن جامی، آخری نه از شاعران بزرگ تاریخ ما، چه واقعا وقتی نگاه اینها رو به زن یک بار دیگه مرور میکنیم متوجه میشید ما شخصیت هایی داشتیم، برخلاف گفته هگل که میگه شخصیت های بزرگ روح زمان خودشون هستن، اینا فراتر از زمان بودن، خیلی فراتر از امروز بودن. نگاه اینا به زن، زنان از دید او تا مقام رهبری معنوی هم میرسن. چندین داستان داره، یکی از یکی درخشانتر، عطار هم همین خصوصیت رو داشت. یا مولانای ما، آقا ما نشنیدیم، ما دچار ثقل سامعه بودیم، وگرنه گرفتارشونی سرنوشتی نمیشه. خیلی از شما سپاسگزاریم از مراحم شما. اگه به خاطرتون باشه بار گذشته دیداری داشتیم با یک سینماشناس برجسته و نازنین، مدرس سینما و یکی از منتقدان سرشناس، خودش فیلم سازه، تهیه کننده فیلم و با شخصیت‌های بزرگ فیلم ساخته، مثل آنتونی کوین، آقای دکتر بهمن مقصود. دکتر مقصود در 40 سال در نیویورک زندگی میکنه، اخیراً فرصتی دست داد که ایشون به کالیفرنیا بیاد. راستش قرار بود که فیلم ایشون در فستیوال در سان فرانسیسکو به نمایش در بیاد، فیلم مستند درباره آقای عباس گیمار رستمی و سینمای او و نگاه او در سینما. خیلی این اثر مورد توجه قرار گرفت. خیلی از ایرانیایی که با ما در رادیو تلویزیون تماس گرفتن گفتن تازه بعد از دیدن فیلم مستند آقای بهمن مقصود ما متوجه شدیم که معنای سینمای کیارستمی چیست و چرا اینقدر این شخصیت در عرصه سینما مورد توجه و از او با عنوان شخصیت نادر در سینما جهان یاد میشه و یکی از فیلمسازان برتر دنیاست. گفتن تازه ما متوجه شدیم. خانمی که با من صحبت میکردن گفتن بعد از دیدن مستند آقای مقصود رفتن فیلمای آقای کیارستمی رو اجاره کردن که بنشینن حالا سیر این فیلم ها رو نگاه بکنن. چقدر مؤثره این کارها، چقدر. من یک سریال میدم از کره، راستش این موقعی نگاه بدی داشتم مثلا به آسیای دور، ولی نگاه منو کاملا عوض کرد، اصلا نسبت مثلا به کشوری که مردمان کره، تاریخش، و از اون موقع چنان مجذوب شدم که الان بخشی از ساعات زندگی روزانه من در میگذره در مرور کردن تاریخ مردمان این مملکت. واقعا تاریخ شگفت‌انگیز داره. اونجا هم زن خیلی مقام شامخی داره در تاریخ. بخورید مخصوصا جوسیان، این سلسله جوسیان در یه چیز حدود 500-600 سال حکومت میکنه و زنها چه نقش مهمی پیدا میکنن. در حیرتم که بعد از کشتار عشقینک در زیر سقف تاریخ عطر زنانه باقیست. با سلام به درود بر استاد بزرگوار سینما. لطف دارید آقای مبادی. خیلی ارادت اراده بسیار خوبی؟ خوب. یکی از شیفتگان هیچکا که هستید شما. بله. سینماگر بزرگی بله. بسیار جسته. من یک مقاله خیلی مفصلی در قسمت دکترام در مورد دوربین سوبژکتیو و به خصوص ترابلینگ که سوبژکتیو باشه، یعنی پوینت آف ویو یک کاراکتر باشه، با دیدن تقریبا تمام آثار هیچکاک نوشتم که آماده چاپ هست. آماده چاپ. و بخش هایش هم یادم میاد در ایران این روزنامه رستاخی سالها پیش ترجمه کردن، چاپ کردن دو بخششو، ولی الان کامل هست. و هیچکاک آدم بسیار برجسته بود. میدونید که مجله سایت اند ساند از 1001 مجله معتبر فصلنامه است، در انگلستان چاپ میشه، بسیار سنگین و تئوریکال هست. از سال 1952 شروع کرد با توجه به تمام منتقدین و مورخین بزرگ دنیا نامه میداد، میگفت 10 تا فیلم برجستتون رو انتخاب کنید از تاریخ. طی این سالها همیشه بین 1 و 2، یعنی 52 بعد 10 سال بعد 62 بعد 72 82 92 2002 و 2012 در اغلب اینها در سالهای اولیه تا 2012 تقریبا بین 1 و 3، بین اورسن ولز،
فیلم معروف سیتیزن کین، هم شهری کین بود یا اول میشد. دوم فیلم رنوار، ژان رنوار فیلمی داره به نام قاعده بازی، این دوم میشد. تا اینکه امسال در 2012 برای اولین بار فیلم ورتیگو سرگیجه هیچکاک اول شد. عجب. چون نسل منتقدین عوض شدن. فیلم تاریخ سینما. بله. سرگیجه. سرگیجه در 2012 توسط مجله سایت انسان. اون موقع سن و سال نشمارتن فیلم پرندگان رو دیدم، همش در غیرت بودم که این چطور ساخته این فیلم. ببینید پرندگان سه تا سنوب، اولا پرندگان یک نوع فیلم متافوریک هست از حزب کمونیست، یعنی کمونیستان به صورت پرنده میان و میگیرن. بله، یعنی اگه نگاه سیاسی به این تفسیر من هست که تفسیر خودشیه، خودش هیچ وقت اصلا میگه من سیاسی نیستم مثلا. آره، ولی پرندگان به نوعی حزب، یعنی حزب کمونیسمی که داره میاد و این اینقدر احساس خطر میکردن. بله بله. و بعد سه نوع پرنده هیچکاک در این فیلم استفاده کرده. یک نوع پرندگان ماکت بودن، یعنی ماکت پرنده رو میچیدن رو زمین، رو اینور اونور، کنار دیوار، بالای درخت. ماکت. نوع دوم مکانیکی بودند، یعنی میتونستن یه حرکتی بکنن. نوع سوم هم زنده واقعی بودن. واقعی بودن. یعنی از ترکیب سه نوع پرنده این فیلم ساخته شده. خیلی جالب. فیلم بسیار درخشان. همین باید اون تکه رو حتما نشون بده. قسمت پرندگان اصلا دیدنیه. فیلماش سرآغاز اعجاز و حیرت بود تو سینما. بله. با اون ابزار ابتدایی، حالا امروز میشه این کارا رو کرد. کارهای درخشانش آقای، یعنی هر یک سری فیلم داره که هر کدومشون، در هر کدومشون یک کاری که کرده که در سینما نشده. مثلا در فیلم روح در 20 دقیقه اول ستاره اول زن رو میکشه. اصلا سابقه نداشته. شما برید یک ستاره زن سینما جنتلی رو بیارید. من با جنتلی صحبت کردم. یه زن بیارید 20 دقیقه اول بکشیدش. بعد نه زن دوم بیاد مثلا ادام، خواهرش برا مالز بیاد ادامه بده. یک کارایی میکرد که اصلا فوق العاده است. مثلا بهتون بگم در صحنه ای که گاری گرانت تو صحرا تو اون استپاد رو خواب میاد، خیلی معروف شد. شرق یکی از بهترین صحنه شمال، شمال شرقی. بله، چون اون هواپیمای سمپاش میاد میخواد اینو بکشه. و اصولا اینا رو میشه چنان دکوپاژ میکرد، میکشید. وقتی که شما میرفتی سر صحنه دقیقاً میگفت که چی میخواد، دقیقاً همون فیلم برداری میشد. وقتی در میز ادیتور میشست نیم متر فیلم اضافه نمیمد، یعنی این شاتا رو به هم وصل میکردن، میدیدید 10 سانت فیلم رو زمینه. میدونست دقیقاً اینجا این پوینت آف ویو. سینما رو از کجا فراگیر؟ سینما رو از انگلستان شروع کرد. این همه قریه رو از کجا برد؟ یک آدم نابغه بود دیگه. از انگلستان با فیلم های صامت شروع کرد در دهه 20 قبل از اینکه اصلا صدا بیاد. بله، ساباتور، ساباتاژ، عرض کنم لیدی ونیشز، بانوی ناپدید می شود، این فیلم هایی که اونجا ساخت، وکسمن، خیلی مستعجر، یک سری فیلم هایی بود که در ابتدا ساخت. و بعد با زنی ازدواج کرد که این سکرترش بود، یعنی اسکریپت گرلش بود. و اینا ازدواج کردن، تا آخر عمرم با همین خانم باقی موند. و ولی همیشه عاشق ستارگان بلوند سینماش بود. و بله همش هم بلوند. بله، بلوندا رو می آورد، خیلی عاشقشون بود. مثلا خیلی عاشق، یعنی عاشق شخصی. بله بله، اون خانمی که در مارنی بازی میکرد الان و در فیلم پرندگان که ایشون مدل بود، با ایشون یه قرارداد میبنده 7 ساله. و فیلم زن بچه هم داشت. بله بله، یه دختر داشت، آلفرد هیچکاک. بعد فیلم دومی که بازی میکنه به این عاشق این میشه و این جواب رد بش میده. وقتی جواب رد بش میده در یک شاتی در فیلم مارنی مثلا یا در پرندگان، چندین بار انقدر یک شاتی رو میگیره که
حمله میکنن پرندگان به این زن، خیلی اذیت میشه این خانم. اخیراً یه مصاحبه‌ای باش کردن به خاطر دوتا فیلمی که در مورد هیچکاک سال قبل آنتونی هاپکینز و دوتا فیلم راجع بهش ساختن و این خانم هم باش مصاحبه کردن، خیلی بد گفت از هیچ کار. بله. گفت به من خیلی اذیت کرد، قراردادشو لغو نکرد که بره جای دیگه فیلم بازی کنه و غیره و غیره. ولی استاد مسلم سینما بود. مثلا من یک برنامه برای تلویزیون ملی ایران سال 78 ساختم، 3 ساعت راجع به هیچکاک تحویل دادم به تلویزیون ملی ایران. از جمله یه قسمتی بود که در میدونید کمیو اپیرنس داشت، یعنی در فیلماش خودش نقش کوچیک داشت یا یک لحظه بود، بعد اینو پیدا میکرد، یا سوار اتوبوس میشد، مثلا از اتوبوس رد میشد، سگی رو میبرد. بعد در فیلم لایف بوت، قایق نجات، خب این 4-5 نفر تو قایقن دیگه، این تو مرد کجا میخواد باشه؟ اول فکر کردن این رو آب به عنوان جنازه در راه باشه، جنازه رو آب، گفت من میترسم که رو آب باشه. بعد عکسش رو تو روزنامه چاپ کردن، با من آگهی تو قایق گذاشتن، اکثر ما میبینید. از این چیزا خیلی داره. با اینکه خوش استاد ایجاد ترس داره، میگم خیلی ترسو بوده، خیلی بسیار ترسو بوده. بله. خب آقای دکتر بهمن مقصود رو هم یعنانم میمزد و منت فیلم هایی ساخته در باره شخصیت های بزرگ ادب و فرهنگ امروز ما، یکش احمد محمود، احمد شامروز، اردشیر محسس، ایران درودی است، عباس کیارستمی، اینا رو همه رو عباس کیارستمی آخرین کار فیلم های مستند و میگم همه میمزد و منت، دولتی هم پای سرش نبوده، همه با هزینه شخصی و واقعا سهم مهمی داشته در معرفی سینمای ایران بیرون از مرزهای میهن و مملکت ما. یک فیلم الان در دست ساخت داره، زنان در سینمای ایران، به نظرم خیلی فیلم مستند مهمی خواهد. زنان چطور شروع کردن وارد سینما شدن که امروز ما چندین شخصیت داریم که از فیلمسازان برجسته، از خانم رخشان بنی اعتماد یا بقیه، خانم نیکی کریمی، خانم میلانی، همه هم شخصیت های قابلی شدن در سینما. حالا سوال من اینه که این درسته که میگن قبل از انقلاب در ایران زن ها در فیلم سازی نقش مهمی نداشتن؟ یه نفر جدا نفر اسم فروغ فرخزاد اینا رو میارن، یا زنان بیشتری بودن که توی سینما صاحب اثر شدن؟ در قبل از انقلاب ما 4 فیلمساز زن داشتیم. 4 فیلمساز زن داشتیم؟ یا. البته اینا هر کدوم 1 فیلم ساختند. خانم اولینه، خانم فروغ فرخزاد فیلمی ساخت مستند و کوتاه، یعنی 30 دقیقه، به نام خانه سیاه است که فیلم درخشانی است در استودیوی گلستان. ایشون با آقای میناسیان رفتن به جنوب در اون جزامخانه، این فیلم رو 2 هفته موندن، گرفتن، برگردوندن که این فیلم درخشانی است و در فستیوال اوبرهاوزن به نمایش داده شد و این فروغ باز میخواست فیلم های دیگه بسازی که عمر مجالش نداد. اولین فیلم سینمایی رو خانم شهلا ریاهی، خانم وفادوست هست اسمش، فامیلشون، بله، ایشون که زن اسم... که چشمای درشت داشتن، بله، الان هم هستند در تهران هستند. پسرش اسماعیل پسرش منوچهر ریاهی آرشیتکت است. شوهرش اسماعیل ریاهی بود، روزنامه نگار بود. پسرش هم کلاس من بود در دبیرستان که بعدن آرشیتکت شده. یه پسر دارن، یه دختریشون. شهلا ریاهی یه فیلمی در، اگر اشتباه الان نکنم، 1958. فیلم بردارش هم باز اگر یاری حافظه بده احمد شیرازی بود، یعنی حدود 60 ساله. بله، یه فیلم ساختن ایشون، کارگردانی کردن، ما تایتل میبینیم کارگردان خانم شهلا، دیگه فیلم نساختن. اسم فیلم باز جاده مرگ، یک چیزی این چیزایی بود. فیلم خوب دیدی؟ شما فیلم من دیدم، فیلم ملودرامای معمولی بود. بله، یک فیلم شاخص هنری یا فیلم مبتذل نبود. نه از این ور نه از این ور، یه فیلم ایرانی متوسطی که میشه خانوادگی ملودراما برید ببینید. دومین فیلمی که در ایران فیلم ساز اومد خانمی بود به نام، یک فیلمی ساخت، یک بازیگری بود، مروان عبیلی. چی؟ خانم مروان عبیلی بازیگر فیلم آقای فریدون رهنما فیلم اولش ساخت که
سیاوش در تخت جمشید. یه فیلمی بود، ایشون بازیگر اون فیلم بود. ایشون بعدن اومدن آمریکا، باز برگشتن در 1975. 1975 میشه 53 54. ایشون یه فیلم ساختن به نام خاک سر به مهر. در ایران هم چی فیلم ساختن؟ 16 میلیمتری. بله، فیلم بلندش 16 میلیمتری به نام خاک سر. این فیلم آوردن آمریکا. من یادم نمیاد که، یادم نمیره که در دانشگاه کلمبیا دانشجوی دکترا بودم، من این فیلم ازش گرفتم بردم در برای دانشجوها. ما در 12 دانشجوی دکترا بودیم، ساریس هم معلممون بود. در اون کلاس ما اینو نشون دادیم و ساریس تحلیل کرد، خیلی خوشش اومد، خواهش کردم این فیلمو بنویسید. ساریس هر هفته در ویلیج وایس مینوشت، یک نقدی بر این نوشت و تجلیل کرد از این فیلم. خانم نویلی یادم میاد که یک گرانتی گرفت راجع به چایناتاون یه فیلم ساخت. الان هم باید لس آنجلس باشن، مدت‌ها دیگه ازشون خبری ندارم. مثلا چند سال باید 70 سال 80 سال داشته باشن، نمیدونم دیگه، باید 70 سال باید باشه، 70 سال باید داشته باشن حدودا. بعد عرض کنم که بعد فیلم دیگری که دیدم، این فیلم رو اکران هم رفته؟ نه، رو اکران نرفته. نه، رفته فقط ساخته. ما رو خواهر بود مال اون رفت رو اکران. بله، اون فیلم جزو زمره فیلم های تجاری ساخته شده در استودیو بود. خودشونم بعد البته میدونید شوهرش هم خوب کارگردان بود، اسمای کمک اونم کرده بود. مثل که در پارس فیلم اینا فیلم میساختن؟ نه خیلی، در پارس در جای مختلف میساختن، در استودیوی مختلف میساختن. بعد چهارمین خانم شهرزاد، اگه یادتون باشه که رقاصه بودن. بله، رقاصه بودن در سینمای فارسی در چند فیلم محله لمیرخصن. بله، خانم شهرزاد. خانم شهرزاد بله، ایشون اسمشون از خانم کبرا سعیدی و همسر آقای کیمیایی، همسر دوم فکر میکنم، همسر دوم آقای مسعود کیمیایی. فکر میکنم. بعد ایشون یک فیلم ساختن به نام مریم و مانی. این فیلمو شهبانو فرح گفت مسکه اومدید، من اون موقع دیگه خارج بودم. این مال مثلا 1976 77. بعد در این فیلم دیگه بعد از انقلاب که چطور فیلم ایشون من ندیدم فیلم، ولی میگم شهبانو رو دعوت کردن دید، میگن فیلم بدی نیست، هیچ ازش بد نمیگن. چون میدونی شهرزاد، من خارج بودم، من آمریکا بودم، من 70 اینا نیومد رو اکران. نه خیر، این نیومد. چرا نیومد این فیلم؟ این خورد این اواخرش به انقلاب دیگه، نمیدونم. در ضمن چون ایشون رقاصه بودن، ممنوع فیلم بودن و ممنوع. میدونید که بعدن ایشون شاعر هم بودن، کتاب شعر داشتن. بسیار من شعر داشتم. بله، من خوشبختانه فرستادم یک مصاحبه مفصلی با ایشون کردم که در این فیلم ستارگان زن سینما ازش استفاده خواهد شد. ایشون با کیا مصاحبه کردید؟ با بسیار خانم ایرن، با ایرن مصاحبه، خانم شهلا که الان عرض میکنم، شهلا ریاهی. بله، شهلا ریاهی، جاله، خانم جاله محتشم، بله، فخری خوروش، خانم زری خوشکام، خانم همسر آقای خاتمی، خاتمی، مادر لیلا، کتایون، بسیاری از این الان اسم لیست پیدا کرد. من 2002 که ایران بودم با همه قرار گذاشتم، با همه مصاحبه کردم. بله، بعضی هم خارج از کشوریم و اونور و 18 نفر هستن خانوما. حالا 18 نفر مصاحبه, مصاحبه کردم. بله، که در این دو ساعت خواهند بود. یعنی در این فیلم شخصیت زن سینما کی بوده؟ ببینید چگونه میخوایم بهش نگاه بکنیم. فروزان خیلی مهم بود در سینما ایران. فروزان مصاحبه نداد، با این که ناصر ملک مطیع خیلی زنگ زد نشد. بهش فشار آوردن که این مصاحبه رو بکنه. علتهای خاصی داشت که زیر بار نرفت و مصاحبه انجام نشد. یکی از کسانی بود که متاسفانه مصاحبه نشده. خانم گوگوش هست که میخوام باشون مصاحبه بکنم، که هنوز نشده، برای فیلم بیتا. بیتا بیتای هجیر داروش که دوست عزیز من بود، فیلمساز خیلی خوب بود، بسیار آدم باسوادی بود. من با هم شطرنج میزدیم و بله، عاشق شطرنجم بود. یک دفعه ما دعوت بودیم، خدایا، فکر از فستیوالا، فکر کنم فیلم جوانان آسیا بود، ایشون بود و همسرش داستان نویس معروف خانم گلی ترقی. بله، در تخت جمشید. بله، اونجا اتاق داشتیم دیگه. بله، آقای چی هم بود؟ داوود رشیدی. ایشون در فیلم من صحبت بود. ایشون در فیلم آقای کیارستمی، راجب کیارستمی صحبت میکنن. میدونید هجیر داروش در 1995 در پاریس در چیز جنازش در اتاقش پیدا شد. بعد از 24 ساعت.
و بسیار باعث تأسفه و نبود ببینه که کیارستمی که انقدر تعریف میکنه ازش در 1997 و سال بعد از کیارستمی نخل... موقع تعریف میکنه؟ بله در فیلم من هست، من ضبط کردم. عجیب. بله میگه صحبت میکنه شخصیت و از نان و کوچهش بسیار قشنگ تعریف میکنه که فیلم فوق‌العاده‌ای بود اولین فیلمش و میگه از همون موقع که من دیدم فهمیدم با یک نابغه سر و کار دارم در سینما و زنده نبود تا ببینه دو سال بعدش فیلم طعم گیلاس، طعم گیلاس جایزه اول کنو میگیره. خیلی جان. یکی دیگه هم بود که سرایدار رو ساخت، اون خسرو حریتاش بود. بله. اون چی شد؟ فوت کردن ایشون به اوایل بعد از انقلاب هم بودن داد. بسیار ایشون فارغ التحصیل UCLA بودند. خب اومده بود اینجا UCLA رو خونده بود، برگشت، محیط رو نمیشناخت، سالها از مسائل اجتماعی و سیاسی و بیخبر بود از روابط، از کرکترهای ایرانی، اصلا از اون محیط دور بود. اومد یک فیلم ساخت به نام آدمک. فیلمی بود که ما دیدیم، یادمون میاد وقت دعوت شده بودیم به عنوان منتقد و یه درید نه، متاسفانه برای این که این نشناخته بود. بعد برهنه باز تا زور با سرعت و ساخت، باز اونم نشد. بعد موند مطالعه کرد، یادم میاد در ویژه سینما تئاتر مطالبشو من چاپ میکردم، تا اینکه محیط و شناخت و اومد یک فیلمی ساخت به نام سرایدار که بسیار فیلم با نصیریان بسیار فیلم خوبیه. بسیار فیلم خوبیه. داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر بهمن مقصودوی عزیز. اما حالا بیام بعد از انقلاب، خانم های بعد از انقلاب ادامه همون راه هستن که خانم‌ها در قبل از انقلاب شروع کرده بودن، خیلی متفاوت، خیلی متفاوته. ببینید قبل از انقلاب ما یک جامعه مرد سالار داشتیم که هنوزم هست، مذهبی و سنتی بود که اصلا سینما رو حرام و گناه می‌دونستن. شما اگه چادر برداشتی که رضا شاه برداشت و اینا اومدن روی سینما جلو پرده، اول با سر باز بعد رقصیدن، دامنشون بالا رفت فلان، به چشم درستی به اینا نگاه متاسفانه نمی‌کردن. خیلی مظلوم واقع شدن، خیلی مورد حمله قرار گرفتن، لغت‌های نابجایی در مورد اینا به کار می‌بردن. من فیلم مستندم همینه که این زنها از سامی نژاد که در دختر لور بازی کرد که می‌دونید بعداً مجبور شد سینما رو ترک کنه و با به یک وضع فجیع و بدبختی هم مرد این خانم در ایران در فقر کامل که خانوادش بیرونش کردن، محکوم شد، مطرود شد. و من میخوام بگم در اون جامعه این خانوما چه فداکاری کردند و با چه مشکلاتی روبرو بودن که فیلم بازی بکنن و روی پرده باشن در روی تئاتر، سینما و غیره. این کار آسونی نبود. بعد از انقلاب خب حالا حکومت اسلامی است، میگه یه کارایی رو نکنید، شما میرید اونجا بازی میکنید، هیچکونم شما رو توبیخ و تکبیر و تکفیر و غیره نمیکنن. پس شرایط اصلا خیلی فرق دگرگون شده. شما اگر سرتو بپوشونی حامیت هستن و مشروبم که نمیخورید، یعنی اینو قدغن کارا که نیست تو فیلم، و در نتیجه حمایت میشید. در نتیجه ما حدود 10 تا بیش از 10 تا فیلمساز در سینما ایران بعد از انقلاب داریم که خیلی درخشیدن. خانم رخشان بنی اعتماد، پوران درخشنده، تهمینه میلانی، همینطور نیکی کریمی فیلم بازی کرده، زیادن. یه چیزی که من تشخیص دادم نمیدونم، ولی متوجه شدم که خانم های فیلم ساز ما به خلاف اکثریت فیلم سازان من استقلال رأی داره، یعنی سعی کردن استقلال خودشون حفظ کنن، وابسته نشدن. دقیقاً به وابستگی ندادن. درسته یا نه؟ دقیقاً درسته. درسته. یعنی خیلی محکم رفتار میکنن. خیلی. یعنی این نیست که اینا مثلا دستمایه یه مردی پشت سر باشه بگه این کارو بکن اون کارو بکن. اینا نیست. دختر مخمل باف مثلا، حنای دختر کوچیکش و سمیرا دختر بزرگش که فیلمش در کن بود، جز جوری کن بود، جوری های مختلف بوده، فیلم سیب و ساخت که یادم نمیره وقتی من اینو در میز موویلای آقای مخمل باف تو خونش دیدم، سال 98 بود و مهمان فستیوال فجر بودم. این فیلم رو دیدم، بقیه فیلم ها رو دیدم، البته بانوی اردیبهشت خانم رخشان بنی اعتماد بود، درخت گلابی مرچویی بود و غیره و غیره. گفتم تنها فیلمی که امسال به کن میره درخت گلابی و درخت گلابی تنها فیلم بود که رفت. بله. تو این اسامی خانم های سینما ایران قبل از انقلاب مثلا مرجان هم توشه؟ بله. پروین قفاری هم توشه؟ بله.
هست. بله. آخه ببینید هر کدوم اینا یک نوع فیلمایی رو بازی میکردن. بعضیا کمدی های سبک، بعضیا کمدی سکسی، یعنی مثل ایتالیایی ها. هر کدوم اینا یک نوع تو یک مایه بازی میکردن. ژانر خودشون رو داشتن در سینما. خانم فروزان نقش خودش داشت. خانم این خانمی که الان فرانسه است، رفت جلو دانشگاه ملی، آدامس فروخت. نفهمیدم که میگی. این خانم الان اسمش شیوا، آذر شیوا. آذر شیوا نقش خودش خیلی محکم داشت، زیر بار هیچی نمیرفت و در اوج سینما رو ترک کرد و اومد بیرون. ما اون موقع هم داشتیم اینجوری، اون موقع ما داشتیم، این موقع هم داریم. بله. نمونهش آذر شیوا. هرگز در تاریخ معاصر بله زنان سینما یه مملکتی تقریبا 99% سرنوشت های عجیب غریب پیدا کرد. بله. این کارشون که از دست دادن، اصلا من روش چی شدن، همه گم شدن، بسیارشون گرسنه، بعضی الان خوندم خانه نشین و چادر نشین و در کنار خیابون زندگی میکنن. هیچ گونه دولت رفاه و هیچ گونه وسیله برای اینا فراهم نکرده. بی سابقه است، اصلا همچین چیزی که ما هنرمندای قدیمیمون کنار خیابون باشن، همین یک شب آب شده. بله. اصلا من چه سرنوشتی نمیدونیم، ازدواج کردن نکردن، گمش کجا، گمش کجا رفتن، و بعد روز آخر کنار خیابون سرنوشتشون ما پیدا. روزای اول انقلاب هم به خاطر هم هست که دادستانی نشسته بود در زندان اوین، هر روز تو روزنامه کیهان اطلاعات اعلام میکرد امروز اینا باید بیان به زندان مراجعه. مثلا امروز باید خانم نمیدونم فلان بیاد، فلانی بیاد، فلانی مردان هم اغلب با اینها صدا میکردن، هر روز اینا رو احضار میکردن و بعد دیگه هیچ خبری از اینها منتشر. همه ممنوع تصویر بودن، تصویر شده. همه ممنوع. ولی شما رفتی اینا رو پیدا کردید؟ من خیلی هاشون رو پیدا کردم. بله. چند درصدشون فکر میکنید؟ ما حدود 20 تاشون رو من پیدا کردم، مصاحبه کردم. بقیهشون چی؟ بقیهشون که من 13 سال ایران نرفتم، من که نمیتونم ایران برم، نرفتم یعنی. ولی من فکر میکنم این فیلم مستند شما فوق العاده باشه. فکر میکنم چیز خوبی بشه. خیلی. چند دقیقه تا حالا پیدا کردید؟ این حدود 2 ساعت میشه. 2 ساعت فیلم. بله. مثلا 100 خورده دقیقه. زیر 2 ساعت میشه. بله. بهش میگن فیچر. وقتی جمع بندی میکنید چی میگن؟ جمع بندی اچنه جمع بندی که میکنید، اینا میبینید که چه ظلمی بهشون شده. یک یعنی در یک جامعه که اینا واقعا جان خودشونو دادن که یک هنری در ایران به وجود بیاد و بعد چجوره تکفیر شدن و چگونه تنبیه شدن و چگونه ممنوع تصویر شدن و چگونه به فقر و فاقه افتادن. بله. قرار طباطبایی هم هست دور شورانگیز احتمال داره. احتمال داره. بله. چرا احتمال داره هست؟ هنوز یعنی سرگرم مزاید. بله. محضوری وجود نداشت که مانعی هست؟ بعضی ها محضور هست. نمیشه اینا رو باز کرد. بعضی ها محضوریت هست، بعضی ها نیست، بعضی ها نمیخوان، بعضی ها شرایطشون اجازه نمیده مصاحبه کنن. خیلی چیزای مختلف هست. یکی از زنهای فیلمساز بعد از انقلاب خانم حکمته. بله. چه دوری رو برد تو زندان. بله. مستند سازه. بله. دوست داریش کارش رو. بله. اینا بالاخره زنان شجاعی هستن. شما دوربین رو وقتی به دست بگیرید، به زوایای مختلف مسائل کشوری نزدیک بشید، چه خوب چه بد بسازید، این شجاعت، این دلیریست، این یک نوع حرکت در جهت درست، در جهت اشاعه هنر، در جهت حمایت از هنر. و الان میدونید با آمدن دوربین دیجیتال هر کسی میتونه از این کارا بکنه. اونا که جرأت میکنن و به این کار میپردازن ما باید حمایت بکنیم. چه خوب چه بد، مهم این نیست که ما بگیم این فیلم بده یا خوبه، اصلا اینا مهم نیست. ارزش گذاری های تاریخی است که ما بهش بها میدیم. شاید یه افکار شما رو من دوستم کاملا درسته، یعنی دیگه واقعا ما نگاه ما به همه چیز با تاریخی باشه، یعنی چیزایی که به نظر ما ممکنه مثلا خیلی پیش پا افتاده امروز اهمیت پیدا کرد. امروز میفهمیم که یه حادثه‌ای حالا به نظر پیش با افتاده در یک گوشه از زندگی ما رخ داده که چقدر مهم بوده در زندگی ملی ما، ما بهش توجه نکردیم هیچ وقت نیست. بله. خیلی از اشاراتی که
علتش اینه که ما فرهنگ تصویری نداشتیم آقای میبادی. ما بعد از مشروطیت هست که دوربین، چون میدونید ما نقاشی پورتره نداشتیم، موسیقی نداشتیم و تمام هنرمندان ما در طول تاریخ به ادبیات روی آوردن، چون هنر دیگه ای نبود. این که میدید ادبیات ما غنی شده، نمیتونستن برن تئاتر رو، برن اپرا و غیره و غیره، نداریم اونا رو، همه ادبیات. چه بگم، ادامه میدیم گفتگو رو با استاد بهمن مقصودلو همیانانه. خیلی سپاسگزارم از امیر درخشان عزیزم که برنامه رو داد کرد. ممنونم همیانانم، تا دیداری دیگر، گفتگوی دیگر.